بدرود بر شما دوستان عزیز و یاران همیشگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. 4 روشی که با اون میتونید دلبری کنید و شوهرتون رو عاشق خودتون کنید. برای دیدن این ویدیو در ادامه با من رکسانه افشار همراه شوید. شماره 1، پیام های عاشقانه و طنازانه برای همسرتون یا عشقتون بفرستید. فکر میکنید وقتی همسرتون میبینه وسط روز پیامی براش فرستادین، اولین فکری که به ذهنش میرسه چی هست؟ او احتمالا فکر میکنه که میخواید موضوعی رو به او یادآوری کنید یا از او بخواید که کاری رو براتون انجام بده، یا مثلا با فرستادن عکسای شیطنت آمیز مثل قنچه کردن لب و خیلی کارهای دیگه. مطمئن باشین خیلی درصد خوبی میسازید. شماره 2، از جذابیت های جسمی شوهرتون یا عشقتون تعریف کنید. چقدر خوشتیپی و تعریف های مشابه این بسیار متداول هست و حتی گاهی کسل کننده میشه. بنابراین با تمرکز کردن روی جذابیت های خاص همسرتون یا عشقتون به این تعریف ها رنگ و بوی عاشقانه بدین تا تعریفاتون به دل بشینن. برای مثال میتونید بگید چونه های پهنه چقدر جذاب و مردونه هست و یا دستای خیلی قوی داری. وقتی سرم روی سینت میذارم آروم میشم. شماره 3، جملات نیمه کاره منظوردار بگین. جملاتتون رو نیمه کاره بذارید، یک ثانیه مکس کنید و اون رو با یک چشمک پر از نازش به پایان برسونید. این فن دلبری شکست ناپذیر هست. با نیمه کار گذاشتن جمله ها و تمام کردن اونها با چشمک و گاهی دور شدن از اون منطقه، عملا میتونید هر جمله رو به یک جمله عشوه‌گرانه تبدیل کنید. شماره 4، با نگاهتون دل شوهر و یا عشقتون رو ببرید. منظورم این نیست که به شوهرتون خیره بشین و اون رو با این نگاه خیره معذب کنید. گاهی فقط کافی است که به چشمش نگاه کنید و با یک نگاه جذاب و شیطنت‌آمیز سر به سرش بذارید. باید با نگاهتون به اون بگید که همین الان میخوام با تو باشم. تأثیر این نگاه‌های دلبرانه وقتی پیراهن زیبایی پوشیدید و با لب و یا موهاتون بازی می‌کنید دو برابر می‌شود و این نوید رو به شوهر دلخسته‌تون میدید که اتفاقات خوبی در راه است. مرسی از شما دوستان عزیز از دیدن ویدیو. دوستان عزیز حتما نظراتتون رو در مورد این ویدیو برای ما کامنت کنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.